با درود. به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه، بیش از 30 نفر از دختران و پسران که در جشن فارغ التحصیلی شرکت کرده بودند دستگیر و هر یک از متهمین به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آنها اجرا گردید. به گفته وکیل 17 کارگر اخراج شده معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی، احکام شلاق و جریمه نقدی آنها در روزهای اخیر به اجرا درآمده است. این 17 کارگر در سال 93 در اعتراض به اخراج 350 نفر از همکارانشان در این معدن تجمع کرده بودند. احمد جنتی دبیر کل شورای نگهبان توانست بر رقبای خود غلبه کند و با 51 رأی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده گیرد. پنجمین دوره مجلس خبرگان روز سه‌شنبه با پیام علی خامنه‌ای کار خود را آغاز کرد. محسن رضایی در یک سخنرانی در فرودگاه خرم‌آباد گفت سعودی‌ها در اربیل عراق کنسولگری باز کردند و چند گروه تروریستی را برای انجام انفجار وارد ایران کردند که همه آنها دستگیر شدند. موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند و جمهوری افغانستان در تهران امضا شد. اصغر فرهادی شامگاه یک شنبه گذشته در اختتامیه جشنواره کن موفق به دریافت جایزه نخل طلای بهترین فیلمنامه برای فیلم فروشنده شد. شهاب حسینی نیز نخل طلای بهترین بازیگر را برای بازی در این فیلم کسب کرد. یک جوان 20 ساله مهاجر افغان به نام احسان الله احسانی در شهرستان یزد در اثر ضرب و شتم و شکنجه ماموران پلیس آگاهی برای گرفتن اعتراف به قتل رسید. بیش از 3500 فعال کارگری در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار آزادی جعفر عظیم‌زاده شدند. عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران که در اوین زندانی است در اعتصاب قضا به سر می‌برد و وضعیتش وخیم توصیف شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت محمد صدیق کبودوند و احسان مازندرانی، دو زندانی محبوس در ایران، ابراز نگرانی کرده است. کبودوند بیمار و در اعتصاب قضاست و مازندرانی در زندان ناپدید شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، حکم اعدام 7 زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج به آنها ابلاغ شد. این احکام توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مغیثه صادر شده است. سحرگاه روز چهارشنبه 25 می 11 زندانی بین 22 تا 25 سال در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند. یکی از زندانیانی که هویتش توسط خبرگزاری هرانا احراز شده یک کودک مجرم بوده و زمان وقوع جرم 16 سال داشته است. رسانه‌های ایران از هک سایت مرکز آمار ایران توسط هکرهای گروه دولت اسلامی معروف به داعش خبر داده اند. مرکز آمار ایران تا کنون توضیحی در این باره ارائه نداده است. به گزارش رادیو فرانسه، معاون خزانه‌داری آمریکا گفته شماری از بانک‌ها و شرکت‌های خارجی هنوز در زمینه همکاری با رژیم ایران تردید می‌کنند، اما علت خودداری آنها از همکاری با رژیم ایران نگرانی آنها از وجود فساد گسترده در این کشور است. شیما بابایی، فعال مدنی 21 ساله، فرزند زندانی سیاسی ابراهیم بابایی، چهارشنبه 5 خرداد ماه پس از حضور ماموران لباس شخصی سپاه در منزل و ضبط وسایل شخصی و الکترونیکی، بازداشت و به بند 2 الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد. صادرات آلمان به ایران پس از پایان تحریم‌ها به شدت افزایش یافته است.
در 3 ماه نخست سال جاری میلادی صادرات آلمان به ایران به نسبت همین دور زمانی در سال گذشته 7% افزایش داشته و به بیش از 500 میلیارد یورو رسیده است. فروش آثار هنری با ارقامی نجومی در 5 حراج تهران رکورد شکست. 1 تابلوی نقاشی از سهراب سپهری در این حراج 3 میلیارد تومان فروخته شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی دیگر از مقامات دولتی نیز در این حراج حاضر بودند. مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که طبق آن دولت آمریکا در آینده مجاز به خرید آب سنگین از ایران نیست. اما این قانون پس از تصویب سنای آمریکا قابل اجرا خواهد بود. فروش ذخایر آب سنگین ایران در چهارچوب اجرای برجام صورت می‌گیرد. دولت آلمان از ایران خواست که از اعدام علیرضا تاجیکی، جوان 19 ساله‌ای که به هنگام دستگیری خردسال بوده، چشم‌پوشی کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته است که تاجیکی را زیر شکنجه وادار به اعتراف به عمل ناکرده کرده اند. این جوان به جرم لواط محکوم شده است. تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که ایران به میزان چشمگیری از ذخیره آب سنگین در تأسیسات هسته‌ای کاسته و هیچ تخلفی در اجرای تعهدات خود انجام نداده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، اسماعیل شاوردی، کارگر شهرداری در شهر شادگان استان خوزستان، به دلیل مشکلات مالی و عدم دریافت 6 ماه حقوق، خودش را به آتش کشید و جان سپرد. حکم قصاص دست کم 5 محکوم به قصاص از طریق ناقص‌سازی اعضای صورت، از جمله مجتبی یساوری در زندان رجایی شهر کرج، آماده اجراست. با این حال علارغم فشار دستگاه قضایی، جامعه پزشکی برای نپذیرفتن مسئولیت اجرای این احکام تاکنون مقاومت کرده است. دادستان تهران با صدور بخشنامه ای همه مرخصی های بند زنان زندان اوین را لغو و اجازه نامنگاری با خانواده ها را از این زندانیان سلب کرده است. نمایندگان 10th دوره مجلس با 173 رأی علی لاریجانی را به عنوان رئیس موقت انتخاب کردند. مسعود پزشکیان و محمد دهقانی نمایندگان تبریز و ترقبه معاونین رئیس شدند. شب و روزتان خوش. شماره تلگرام نهاد مردمی برای ارسال پیام‌های صوتی و نوشتاری 2046 762 588 095